نسان نودینیان رو روی خط تلفن داریم. تماس ما برقرار شده. سلام میکنم نسان نودینیان، خیلی خوشحالم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و همچنین تسلیت میگم به شما، به خانوادتون، به همه انسانهای آزادی خواه. مرسی رفیق شهلا، خسته نباشید. منم به شما و بینندگان عزیز کانال جدید سلام میکنم. با تشکر از پیام تسلیت شما و کل فعالین و آدمایی به ویژه حزب، تعداد زیادی از رفقای حزب مینا احدی پیام تسلیت دادن، خاطرات خودشون رو نوشتن و ما را در تحمل این ضایعه بزرگ همیاری و شریک بود شدن. بله به راستی دردناکه. من خودم مستقیما ایشون رو میشناختم و همسرشون رو میشناختم، سعیدی عزیزیان، چهرهای شناخته شده. من در ابتدای برنامه چیزی نگفتم چون حق مطلب رو شما میتونید ادا کنید. لطفا معرفی کنید این چهره و این شخصیت عزیز رو، معرفی کنید و تلفن در اختیار شماست، بفرمایید. پروین نودینیان چهره شناخته شده ایه تو شهرهای کردستان و به ویژه برای تعداد زیادی، خیلی وسیع، از کادرهای کمونیست و چپها و سوسیالیستای کردستان و بخش بزرگی هم از فعالین سیاسی در شهرهای ایران چهره شناخته شده ایه. پروین در سال 1337 در سنندج متولد شد. عموی من کارمند اداره قند و شکر بود، آدم باسوادی بود، کتاب میخوند، از سیاست و مسائل روز مطلع بود. به همین دلیل در کانون خانواده پروین و وابستگان پروین و کسایی که در اون سن و سال همراه پروین بودن با مسائل سیاسی آشنا میشدن. پروین از همون دوره کودکی خیلی خیلی علاقمند بود به کسایی که به او خدمت می کردن، از جمله مستخدم مدرسه کمک بکنه. خاطراتی که تعریف می کنن، پدرش 5 ریال اون دوره بهش داده بود که به مستخدم بده. این الا بلا می گفت من باید 5 تومن به این مستخدم بدم، اون احتیاج داره. از همون دوره کودکی روحیه کمک، روحیه انسانی، انسان دوستی در این فرد، در این شخصیت خیلی برجسته بود و بعد به باقیام هنوز سن و سالی نداشت، 18 سال بود، با قیام آشنا شد. در روزهای قیام، قبل از قیام، در تظاهرات ها شرکت میکرد و سازماندهی محلات، بنکه ها و فعالیت سیاسی در شهر نقش موثری داشت و در ایجاد کانون های مدافع حقوق زنان به ویژه اون دوره که با کومله بودن پروین فعال بود. پروین متاسفانه در ادامه سرکوب های 1360 در سال 1361 همراه تعدادی از رفقای چپ و سوسیالیست و کمونیست هایی که در تهران برای سازماندهی امور حزبی کومله سازماندهی شده بودند دستگیر شدند. از جمله رفیق جان باخته، رفیق عزیز ما سعید یزدیان، عضو کمیته مرکزی کومله، از جمله سعید یزدیان همسر پروین نودینیان دستگیر شد و سعید رو اعدام کردن. پروین به 16 سال زندان محکوم شد که با اضطراب بیماری خونی اسکلرودرمی که یک بیماری بسیار وحشتناک، خیلی سخت، تمام اعضای بدنش عفونی شده بود، آزاد به قرار موقت آزاد میکنن. اون جانیان در اونجا میگن ما نمیخوایم تو به عنوان شخصیت کمونیست و سوسیالیست ایران اینجا بمیری، میفرستیمت که با درد و آزار، با رنج و بدبختی در خارج از زندان میری و بایستی به قرار موقت هر هفته خود معرفی بکنی. بعد از مدتی پروین نتوانست با این مریضی در ایران تحملش رو نداشت، نتونست مبارزه بکنه، امکانات دارویی بسیار کم بود و به آلمان اومد و در آلمان بعد از اینکه مستقر شد در شهر هانوفر به مدت حدود 15 سال تمام وقتها بیشتر اوقات در بیمارستان بود و با این
مریضی دست و پنجه می نرم می کرد، اما پروین هنوز و تا لحظه ای که ما را به جا گذاشت با روحیه بسیار بالا صمیمانه، شما خودتون دیده بودی، مثل دوی قاعدی می دونست، ماها می دونستی، با روحیه بسیار بالا، چهره شاد صمیمانه، هر کس به عیادتش می رفت پذیرایی می کرد، می پرسی جزئیات زندگیش رو. و این انسان مقاوم قربانی زندانهای جمهوری اسلامی، قربانی سرکوب خونی جمهوری اسلامی، یکی از چهرهای کاملا شناخته شده مقاومت استبداد سیاسی جمهوری اسلامی بود. پروین شخصیت بسیار محبوبی بود، انسانهای زیادی در شهرهای مختلف اروپا مرتب به عیادتش می رفتن، وقت می داشتن و با پروین در تماس بودن. ما متاسفانه این عزیز رو از دست دادیم و این برای ما ضایعه بزرگیه. دقیقا همینجوره، باز هم تسلیت میگم. مرسی. واقعا در بر... بله. شنیدن خبر فوت پروین مراسمای زیادی برگزار شده، از جمله در شهر سنندج، بده اینکه اونو میشناختن، خانواده نودینیان رو میشناختن، تعداد زیادی از مردم با خانواده و وابستگان پروین اظهار همدردی کردن. مراسم بزرگی با تاجهای گل بسیاری در گرامی داشت یاد پروین در شهر سنندج، در یکی از مساجد شهر سنندج برگزار شده بود. علی رغم اینکه پروین 16 سال بود در بستر مرگ بیمارستان بود، اما هنوز جمهوری اسلامی از این جسه بسیار ضعیف و قلب بزرگ و مقاوم میترسید. وقتی خبر فوتش در سنندج پخش میشه وحشت میکنن، به وابستگان پروین اخطار میدن و هیچ اتفاقی هم نیفتاده. مردم اظهار همدردی کردن، کسایی که اونه میشناختن براش عشق ریخته بودن و جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که اگر هر حرکتی بشه، که هیچ حرکتی نشده بود، فقط تعداد بسیار زیادی از مردم در سوگواری و گرامی داشت یاد این عزیز فقط شرکت کرده بودن. و این جایگاه یه آدم سیاسی چپ سوسیالیست، مقاوم، انسان دوست داشتنی در جامعه و عکس العمل یک رژیم جنایتکار که فکر میکنه با هر حرکتی مردم بیشتر متحد میشن، مردم با سیاست‌های خونی و سرکوبگرانه او بیشتر آشنا میشن، ترس برش میداره، دستگیر میکنه. هیچ اتفاقی هم نیفتاده بود. دوستان پروین، خانواده پروین، وابستگان پروین در گرامی داشتش جمع شده بودن و یاد این عزیز را گرامی داشتن. در خارج کشورم ما از روزی که این خبر پخش شده در منزل شخصی پروین، من اسد نودینیان و هیبت، مرتب انسانهای بسیار زیادی از دوستای عزیز ما به دیدن ما اومدن، ما را کمک کردن، این بار سنگین رو مشترک شدن. از همینجا از تمام این دوستان از طرف خانواده نودینیان در سوئد و آلمان تشکر میکنم. در ضمن در روز شنبه 27 آگوست، 27 اوت، در شهر هانوفر ساعت 9:30 مراسم خاکسپاری پروین برگزار میشه و ساعت 11:30 بعد از خاکسپاری در یکی از سالن‌های شهر هانوفر مراسم گرامی داشت پروین رو داریم و هر کسی که امکان شرکت و میتونه در هانوفر حضور پیدا بکنه ما رو خوشحال میکنه و یاد این عزیز را با هم گرامی خواهیم داشت. متشکرم نسان نودینیان، به کسانی که الان اونجا با شما هستن، اسد نودینیان، هیبت نودینیان، پروین معاذی، همه عزیزانی که اونجا گرد اومدن، به همه اونا تسلیت بگید، ما کنار شما هستیم. پروین یادش فراموش شدنی نیست، پروین و پروین ها فراموش نمیشن و دقیقا ما با فشرده کردن اعتراضات و مبارزاتمون یاد اونو گرامی میداریم.
متشکرم از اینکه شما و کانال جدید و همکارای گرامیتون تشکر میکنم. متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.